ممنوعیت فروش سکس در روزنامه‌های آرژانتین. قهرمانان به خانه برمیگردند. استقبال از تیم‌های فوتبال زنان در ژاپن و آمریکا. و بازداشت یک سینماگر زن از زبان شوهرش. من باشون صحبت کردم، گفت چرا دیشب نهنده، گفتم خب من نداشتم، شما برای همه داری برگ احضاریه میفرستیم، برای ایشون نفرستیم. سلام، مهشید ندیری هستم. به برنامه هفتگی زن امروز خوش اومدید. برای اولین بار در تاریخ پاکستان یک زن به مقام وزارت امور خارجه این کشور رسید. حنا ربانی کهر 34 ساله در عین حال جوانترین فردی است که تاکنون به این مقام رسیده. این انتصاب تنها یک هفته پیش از آغاز مذاکرات مهم هند و پاکستان صورت گرفت. پاکستان روز سه‌شنبه برای اولین بار در تاریخ آن کشور یک زن را به سمت وزیر امور خارجه منصوب کرد. خانم حنا ربانی کهر 34 ساله پیش از این معاون وزارت امور خارجه آن کشور را به عهده داشت. وی جوانترین وزیر امور خارجه پاکستان به شمار می رود و انتظار می رود با چالش های بسیاری در داخل و خارج از پاکستان روبرو شود. نخستین سفر خارجی وی به هند و برای ملاقات با وزیر خارجه هند خواهد بود. این ملاقات بخشی از مذاکرات رسمی جاری صلح بین دو کشور قدرتمند اتمی در منطقه است. مذاکرات صلح در سال 2008 پس از حمله تروریستی در بمبئی که منجر به کشته شدن 168 نفر شد، متوقف شد. مقام‌های هندوستان، سازمان اطلاعات و امنیت پاکستان و گروه‌های شبه نظامی وابسته به آن را در این حمله مقصر قلمداد کرده بودند. آنها قرار است درباره اختلافات مرزی و منازعه تقسیم آب بین دو کشور نیز گفتگو کنند. در 5 ماه گذشته و در پی برکناری شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پیشین پاکستان، این پست خالی مانده بود. انتظار می‌رود حنا ربانی در این هفته با هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، و یانگ جیچی، وزیر امور خارجه چین در اجلاس منطقه‌ای آسان در اندونزی ملاقات کند. چالش‌های پیش روی خانم ربانی در داخل نیز کم نیست. حوزه سیاست خارجی در پاکستان عمدتاً تحت نفوذ نظامیان است. خانم ربانی متعلق به یک خانواده پرنفوذ و از زمینداران بزرگ مظفرگان در جنوب پنجاب است و آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان، انتخاب وی را بخشی از وفای به عهد خود در ارتقای مقام زنان در عرصه سیاست و مدیریت عالی پاکستان می‌داند. خانم ربانی عضو کلوپ پلو متعلق به طبقات متبول لاهور و فارغ التحصیل رشته گردشگری و تجارت از دانشگاه ایالتی ماساچوست در آمریکا است. او پیش از روی آوردن به سیاست مدیر یک هتل بزرگ بود. شیده رضایی، صدای آمریکا. و در آرژانتین، رئیس جمهوری این کشور انتشار آگاهی‌های جنسی را در مطبوعات آرژانتین ممنوع کرد. کریستینا فرناندز این ممنوعیت رو اقدامی برای حفظ شأن زنان این کشور اعلام کرده. تنفروشی در آرژانتین قانونیه و تجارت سکس در پارک‌های پایتخت آزادانه انجام میشه. ممنوعیت آگهی‌های تبلیغاتی جنسی برای مبارزه با خشونت علیه زنان به دستور کریستینا فرناندز د کرشنر، رئیس جمهوری آرژانتین، روزنامه‌های آرژانتینی از جمعه گذشته دیگر اجازه انتشار هیچ عکس یا نوشته‌ای برای تبلیغ سکس ندارند. آگهی‌های جنسی نه تنها ابزاری برای تبلیغ قاچاق انسان محسوب می‌شود، بلکه نشان دهنده تبعیض علیه زنان است. این اقدام رئیس جمهوری آرژانتین در داخل و خارج از کشور مخالفان و موافقانی پیدا کرده. تبلیغات جنسی در روزنامه ها فکر نمی کنم کار خوبی باشه، چون هم بچه ها و کسانی که با این آگهی ها کاری ندارن هم اونها رو می بینن. این ممنوعیت به نظر من کار درستیه. گروهی از فعالان آزادی بیان اما از مخالفان این طرحند و عده‌ای هم این اقدام را برای مبارزه با تنفروشی کافی نمی دانند. فکر نمی کنم مسئله تنفروشی و قاچاق انسان به آگهی های جنسی روزنامه ها ارتباط داشته باشه. فاحشه خانه ها و اینترنت و چیزهای دیگه هم بخشی از مشکلن. انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین در ماه اکتبر برگزار می شود و گمان زنی ها درباره اثرات مثبت و منفی این اقدام در دوباره انتخاب شدن کریستینا فرناندز آغاز شده است. نگار محمدی، صدای آمریکا. We'll be right back.
بله، این هفته براتون یک بخش ورزشی هم داریم. هفته گذشته مسابقات قهرمانی وزن برداری زنان و مردان آمریکا در ایالت آیووا برگزار شد. کلثوم عبدالله، ورزشکار مسلمان زن آمریکایی پاکستانی تبار، تونست برای اولین بار در این مسابقات شرکت کنه. طلا هادوی که به ایالت آیووا رفته بود اینجاست با جزئیات بیشتر در این باره. طلا، بالاخره کلثوم موفق شد که در این مسابقات شرکت بکنه. واکنش مقامات و مردم نسبت به این حضور چی بوده؟ ببین، بیشتر مردم خیلی مثبت به این موضوع نگاه کردن، ولی خب کسایی هستن که از این تحول میترسن، نه به خاطر اینکه کلثوم مسلمونه، به خاطر جنبه تکنیکیش در این ورزش. داورا باید آرنجا و زانوهای ورزشکارا رو بتونن ببینن. در ضمن توی ورزش پاور لیفتینگ خیلی شبیه وزن برداری هستش، وقتی که این اجازه رو دادن که این لباسای تنگو بپوشن، خیلی از ورزشکارا سوء استفاده کردن از این موضوع و لباسای پوشیدن که کمکشون میکرد تو وزن برداری. برای همین از این تحول زیادی میترسن مردم. دیگه موضوع بعدیش هستش که، ولی من رو هم رفته فکر میکنم که مردم خیلی مثبت فکر میکنم و فکر میکنم که طولانی مدت اونا فکر میکنن که به این ورزش کمک میکنه. اما به هر حال خیلی از زنهای ورزشکار مسلمون هستن که به همین دلایل از شرکت در مسابقات محروم میشن، شدن و همینطور میشن، حالا یا خودشون شرکت نمیکنن یا محروم میشن. اما کلثوم چرا اینقدر تلاش کرد که حتما در این مسابقات حضور پیدا بکنه؟ بیشتر ورزشکارا زندگی، خون، اشک و عرقشون رو به پای حس رقابت میریزن، اما چون کلثوم نمیتونست رقابت کنه، با وجود تمام این تمرین ها این حس ازش دریغ شده بود. با اینکه زن آروم و ملایمیه، برای چیزی که واقعا اعتقاد داشتش جنگید و موفق شد. موضوع رفتن به مسابقات جهانی و یا مدال طلا بردن نیستش. موضوع اینه که یه زنی بودش که میخواست برای این یه هدفی داشت. هدفی داشتش که میخواست برای این موضوع مثلا به جنگه که تا بتونه موفق باشه، که رقابت بتونه بکنه. اما خبرش طلا خیلی تو ماهای اخیر، خبر شرکت کلثوم در این مسابقات خیلی داغ بود، هم در رسانه ها و هم در اینترنت، درسته؟ آره، به خاطر اینکه این جریان کلثوم بحث برابری رو باز کردش دوباره و اینکه چه آدمایی اجازه پیدا کنن که چه فعالیتایی بتونن بکنن و تو چه چیزایی بتونن شرکت بکنن. آمریکایی‌ها از زمان جنبش حقوق مدنی به این موضوع خیلی حساسن، برای همین وقتی که این موضوع دوباره مثلا باز میشه، مردم خیلی سر و صداشو خیلی زیاد میکنن. یه جنبه دیگه هم اینه که مسئله تبعیض تو ورزش مطرح شده و ورزش تو آمریکا به طور سنتی همه آمریکایی رو به هم دیگه نزدیک میکنه، و سوای اینکه نژاد و یا مذهبشون چیه. وقتی که در آیووا بودم با کلثوم صحبت کردم و یه گزارشی تهیه کردم که میتونیم با هم دیگه ببینیم. کلثوم عبدالله مسلمانی مؤمن و وزن برداری پرشور است. با این حال تا همین اواخر به خاطر پوشش اسلامیش نمیتوانست در مسابقات وزن برداری آمریکا شرکت کند. بنابر مقررات فدراسیون بین المللی وزن برداری، ورزشکاران باید لباسی یکسره، چسبان، بدون آستین و بدون پاچه شلوار بر تن کنند. از نظر عاطفی آزارم میداد، چون در وزن برداری آدم از تمام وجودش مایه میذاره. باید اراده قوی و اعتماد به نفس داشته باشی. اگه نتونی رقابت کنی، دیگه انگیزه برای تمرین نداری. با وجود این، من تا جایی که میتونستم تلاش میکردم. با اینکه کلثوم برای حضور در مسابقات اوپن آمریکا رکورد لازم کسب کرد، اما به خاطر مقررات پوشش ورزشی اجازه شرکت در مسابقات را نیافت. پس تصمیم گرفت که دست به کار شود. اول با سازمان وزن برداری آمریکا تماس گرفت. براشون نامه نوشتم و وضعم رو تشریح کردم. از علاقه شدیدم به این ورزش گفتم و گفتم که میخوام با همفکری اونها ببینم که بدون اینکه امتیاز خاصی در مورد نوع پوششم گرفته باشم، چطور میتونم با لباس پوشیده شرکت کنم. جواب دادن که چون سازمان باید از مقررات فدراسیون بین المللی وزن برداری پیروی کنه، مجبورن با درخواستم مخالفت کنند. اما کلثوم دست بر نداشت. قدم بعدی تماس با شورای روابط آمریکایی اسلامی بود. ابراهیم هاپر، سخنگوی شورا، هم قصد کمک داشت. پس ماجرا را رسانه‌ای کرد.
از اینجا بود که حرکت آغاز شد. با کمیته المپیک آمریکا تماس گرفتیم و از اونها خواستیم در جلسه‌ای که اخیراً در مالزی با فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری داشتن از کلثوم حمایت کنند. همین که خبر به رسانه‌ها رسید، تلفن‌ها و ایمیل‌های خبرنگاران به اونها برای تماس با من شروع شد. برام خیلی عجیب بود. حسابی غافلگیر شده بودم. خبر در همه جا، در اینترنت، در خبرگزاری‌ها، همه جا پیچیده بود. کلثوم پیشنهادی برای پوشش اسلامی ارائه داد. آن را با دستورات مذهبی درآمیخت و پوشش‌ها را هم با موازین فدراسیون هماهنگ کرد. دو روز بعد فدراسیون جهانی وزنه‌برداری بیانیه‌ای منتشر کرد. جان داف، مدیر عامل کمیته ملی وزنه‌برداری آمریکا: بر اساس قانون جدید فدراسیون جهانی وزنه‌برداری، ورزشکارا میتونن لباس یکسره پوشیده داشته باشن که تا سر زانوها و آرنجشون رو بپوشونه. در گذشته به خاطر ماهیت تکنیکی بالا بردن وزنه، اینو پوشش مجاز نبود. ابراهیم هاپر هر روز با مواردی نظیر ماجرای کلثوم سر و کار دارد. به نظر او دامنه این تصمیم فراتر از صرف هم وزنه برداری است. ما همیشه میشنویم که باید زنای مسلمان رو توانمند کرد. قبول، اما چه چیزی بهتر از وزنه برداری برای توانمند کردن یک زن مسلمان میشه تصور کرد؟ فکر میکنم این نمونه نمادین بود که برای زنان مسلمان و برای همه زنان در سراسر جهان این پیام رو داشت که زنان میتونن در همه رشته ها، در همه ورزش ها شرکت کنن و اصول اسلامی خودشون رو هم حفظ کنن. سرانجام در 24 تیر در مسابقات وزنه برداری آمریکا، رویای کلثوم 35 ساله به واقعیت پیوست. به رغم آنکه در میان 6 حریف هم وزن خود نفر پنجم شد، اما خوشحال بود که برای اولین بار در این رقابت‌ها حضور داشت. میتونستم وزن‌های سنگین‌تر بزنم، اما فکر کردیم که ممکنه موفق نشم. وقتی اولین وزنه رو برداشتم و موفق شدم، گفتم خب خوبه. سخت‌ترینش همون اولی بود. وقتی تموم شد احساس راحتی کردم. الان خوشحالم که اون تجربه رو داشتم. سوزان سانچز که در همین وزن نفر دوم شد، از قانون جدید طرفداری می‌کند. این قانون باعث میشه مسابقات در سطح بین‌المللی گسترده‌تر و جدی‌تر بشه. فکر می‌کنم الان فقط 80 کشور دنیا تیم وزنه‌برداری زنان دارن که بین اونا فقط یک کشور یعنی مصر تیم وزنه‌برداری زنان مسلمون داره. شاید کلثوم هرگز موفق به کسب مدال طلای المپیک نشود، اما از نظر این زن آمریکایی پاکستانی تبار که فقط برای حضور در مسابقات تلاش می‌کرد، همین اندازه کافی است. شادی و هیجان حضور در رقابت‌های ورزش مورد علاقه‌اش.